أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد از اینکه بخشی از نعمتهای الهی را ذکر فرمود و اینکه در حال خطر انسان متوجه ذات اقدس اله می شود و خداوند را با چشم دل مشاهده می کند و بعد از شهود از او کمک می طلبد، نه مفهوم رب ما یا اله ما را درک کرده باشد، زیرا از مفهوم کاری ساخته نیست. تا انسان به او التجا پیدا کند، اونگاه از سرشت انسان و حقیقت انسان خبر داد. فرمود بلغت کرمنا بنی آدم و روشن شد که مربوط به حقیقت انسان است، اختصاصی به شخص معین ندارد. این گوهر گرامی و گرانبهاست. البته این حقیقت و این ذات ممکن است، واجب نیست و فقیر الالله است و غنی نیست، لذا کرامت اون هم به تکریم الهی است، نه مال خودش. اگر درباره ذات اقدس اله آمد که خداوند کریم است، چون هستی او عین ذات اوست، کرامت او هم ذاتی است. ولی اینجا اگر گفته می شود که این مربوط به حقیقت انسان است، حقیقت انسان به ذات انسان فقیر الالله است که یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. این ذاتی که فقیر الالله است و مخلوق خداست، خداوند این ذات را گرامی و نیکو آفرید. معنای ذاتی بودن کرامت برای انسان همین است، یعنی این ذات اوست که ذات او ممکن است و فقر الالله است. خداوند هم با تکریم یاد کرد. مطلب بعدی آن است که در این آیه 5 فضیلت برای انسان ذکر شده است که بعضی ها نفسی هستند، بعضی ها نیستی. کرامت نفسی است، یعنی این حقیقتی حقیقت گرانمایه است، چون که فرشته یه حقیقت گرانمایه است که از فرشته ها به عنوان کرام یاد می شود، به عیدی سفر کرام برده، یا این علیکم لحافظین کرام کاتبین و مانندون. این حقیقت گرامی است. حالا اگر کسی با سوء اختیار خود این حقیقت را بیراه مصرف بکند، بیراه ببرد، او خودش معاقب است. وگرنه یه حقیقت گرامی را ذات اقدس اله آفرید، برای اینکه فرمود فالهمها فجورها و تقواها، او را با الهام خودش ملهم کرده است. به فرشته ها یا موجودات دیگر دستور الهام نداد، خودش الهام انسان را به فضیلت و رذیلت به عهده گرفت. و الهمها فجورها و تقواها. خب پس این میشه کریم. این که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، اون کرامت های تحصیلی که در سوره مبارکه حجرات هست، اونها به اختیار خود انسان است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چون این انسان ذاتاً گرامی داشته شد، کمالات بعدی که خدای سبحان ذکر می‌کند به استناد همین کرامت اوست. یکی از اون کمالات این است که به حملناهم فی البر، حمل انسان در بر، یعنی ما به انسان توفیقی دادیم که صنایع بری درست کند، نظیر اتومبیل و امثال اتومبیل، یا حیوانات را برای او زلود و نرم و مطیع قرار دادیم که از این حیوانات استفاده کنند. مستحب است که انسان وقتی سوار مرکب شد به استناد اون آیه معروف بگوید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا لربنا لمنقلبون. فرمود ما این وسیله نقلیه را در اختیار شما قرار دادیم، حالا یا کشتی دریاست یا اسب و امثال اسب در صحراست، شما لتستبوا علیها علی ظهورها و علیها ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین.
الان هم مستحب است کسی سوار اتومبیل میشه همین آیه رو بخونه، دیگه اختصاصی به اسب نداره. فبود این کار رو ما کردیم، لتستبو علیها یا علی ظهورها ثم تقولو سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین. پس خدا این وسیله نقلیه را در اختیار انسان قرار داد. اگر اون حیوان است او را مطیع انسان قرار داد، و اگر چنون چه وسیله نقلیه است توفیق ساخت و سازش را به انسان عطا کرد و این وسیله شده مسخر اختیار انسان و انسان به اذن الهی او را تسخیر کرده است یا ساخت و از او بهره برداری میکند. گرچه از این آیه و لهمناکم فی البر در بحر غیر از کشتی و وسائل سوار شدن مثل اسب و استر هم زارزاره استفاده نمی شود، لیکن قبلا دستور مبارکه نهر گذشت که قرآن کریم یه سلسله مخلوقات رو هم به نحو اجمال اشاره کرده است. آیه 8 سوره مبارکه نحل این بود: والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها بزینتن و یخلقو ما لا تعلمون. چیزایی که الان شما نمیدونید بعدا خدا بر شما خلق میکنه. خب این وسیله نقلیه که اسب و استر و حمار باشد اینه که میدونستن، کشتی هم که میدونستن، این جریان هواپیما و اتومبیل و سفینه های فضایی و امثال زاره که نمیدونستن. همون در آینده چیزهای دیگر هم خدا برای شما خلق میکند و یخلق و ما لا تعلمون. بنابراین الان هم کسی سوار سفینه فضایی شد مستحب است و سبحان الذی سخر لنا هذا، سوار هواپیما شد سبحان الذی سخر لنا هذا و امثال ذالک، چون به نحو کلی در سوره مبارکه هر نحل بشارت داده است که در آینده چیزهایی رو ما خلق میکنیم که همکنون شما نمیدونید. پس حملناهم فی البر ناظر به این بخش است، فی البحر هم ناظر به اون. فی البر راجع به صنایع بری، اعم از اتومبیل و هی هواپیما و سفینه های فضایی، فی البحر هم اعم از کشتی های گوناگونی که یاد شده است. و حملناهم فی البر و البحر، این فی البر یکی و البحر دوتا جمعا میشه سه. کرمنا بنی آدم یک و حملناهم فی البر دو و البحر سه. و رزقناهم من الطیبات، از بهترین چیزها ما او را تأمین کردیم، روزی دادیم، غذاهای خوب، میوه‌های خوب، گوشت‌های خوب، اون خبائث را بر او حرام کردیم، طیبات را بر او حلال کردیم و از طیبات او را تأمین کردیم. کیفیت خوردن هم در روایات تقریبا 4 صفحه روایات در همین تفسیر شریف کنز الدقائق روایاتی نقل شده است که لابد ملاحظه فرمودید در باره این که چگونه انسان از کرامت برخوردار از ذات اقدسی او را اله او را کریم کرده. از ابن عباس و از دیگران روایت شده است که منظور از این کرامت چیست، چه این که منظور از این کثیر چیست و مفضل کیانن، مفضل علیهم کیانن و مانندون. تقریبا 4 صفحه است که روایات نورانی ایشون نقل کردن که نافعه. غالب مفسران این نکته را از ابن عباس نقل کردن که فضیلت انسان، یکی از فضائل انسان این است که این مستوی قامه است، غذا را با دست به دهن میبرد، نه اینکه دهن را پیش غذا ببرد که حیوانات این کار را میکنند. خب این یه تعبیریست، مطلبیست خوب، که انسان طوری خلق شده است که غذا را پیش دهن میبرد، نه اینکه سر خم کند دهن رو پیش غذا ببرد مثل حیوانات. لیکن بهره صحیحی که از این آیه باید برد اون طور نیست که بعضی از فقها مثل ابو یوسف استفاده کردن. جریان استفاده کردن از قاشق در غذا این در آسیا سابقه داشت، حالا چنگال سابقه نداشت، ولی با قاشق غذا خوردن در آسیا سابقه داشت، اینطور نیست که از اروپا آمده باشد.
در زمان بن العباس، حالا یا هارون رشید یا مأمون عباسی، وقتی سفره پهن شد دستور دادن که ملائقی قاشق‌هایی بیارن که با قاشق غذا بخورن. ابو یوسف از همین فقهای متحجر اهل سنت، این به خلیفه گفته بود که چون اینا عباسی ها بودن دیگه، گفت که از جدت ابن عباس رسیده است که لقد کرمنا بنی آدم، معناش این است که انسان با دست غذا میخورد و حیوانات با دهن، لذا شایسته نیست که شما با قاشق غذا بخوری، با دست غذا بخور. این رشید، حالا یا هارون رشید یا مأمون عباسی، این ملائق و این قاشقا رو پس دادن و همون دست غذا خوردن. خب این دستی که انواع و اقسام برخوردها و آلودگی ها توش هست، گاهی با بینی است، گاهی با گوش است، گاهی با چیزهای دیگه است، با همون دست که نمیشه غذا خورد. در زمان در محضر وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، کسی خواست در محضر حضرت با حضرت هم قضا بشود، حضرت فرمود دو وظیفه است، یکی حق ماست، یکی حق خودته. اونی که حق ماست که میخوای با ما هم قضا بشی، هم کاسه بشی، هم سفره بشی، با دست بشویی. شستن دست قبل از قضا این حق ماست، نه حق خودت. اونی که با ما میخوای هم قضا بشی، اونی که بعد از قضا سال مخواه بشوری میخواه نشو، مال خودته، به خودت آسیب رسوندی. و اما وقتی بخوای در کنار سفره ما با ما قضا بخوری، با دسته بشوی. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است، بهش گفته که قبلا حتما با دسته بشوری. با دست قضا خوردن در صورت میکردن بشوی، خوب محضوری نداره. ولی معنای این که انسان با دست قضا میخورد در قبال با دهن غذا خوردنیست که حیوانات دارن، نه معنیش اینه که اگه کسی با قاشق غذا میخورن با دست غذا میخوره، یعنی غذا رو به دهن میبره، نه دهن رو بیشه غذا ببره. این جناب ابو یوسف الان هم بعضی از همین اهل سنت متحجران فکر میکنن مشکلاتشون همین، چه در باره توسل، چه در باره شفاعت، اینجور متحجران فکر میکنن همینه. این خیال کرد که ابن عباس که میگوید کرامت انسان در این است که با دست غذا میخورد، یعنی با عاشق نباید غذا بخوره، در حالی که این با دست غذا خوردن در قبال با دهن غذا خوردن است، نه مباشرتن آدم با دست غذا بخوره نه با عاشق. بر تقدیر این ابو یوسف باعث شد که این هارون رشید این قاشقا را پس داد و با دست غذا خورد. عرض این است که با دست غذا خوردن در آسیا سابقه داشت، اینطور نه با قاشق غذا خوردن، اینطور نبود که مثلا از اروپا آمده باشه. به هر تقدیر این معنای این که ما انسان رو کرامی داشتیم، اون فروعات و ریزش های کرامت این است، وگرنه اساس کرامت تمام محورهای عقلی است که روایتش هم بعد میخونیم. خب پس اول کرمنا هست، بعد حملناهم فی البر هست، حملناهم فی البر بحر هست، رزقناهم من الطیبات هست، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا هست که پنجمی است. خود تفضیل گذشته از اینکه صیغه باب تفعیل است و کثرت و مبالغه را به همراه دارد، با مفعول مطلق خاص تأکید شده است. فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یعنی خیلی فضیلت دادیم. مهمترین بحث این آیه راجع به این است که آیا انسان بر کثیر از مخلوقات الهی فضیلت دارد؟ و فضیلت انبیا بر ملائکه چی میشه؟ اگر بر کثیر فضیلت دارد و ظاهرش این است که در مقام تهدید است، مفهوم دارد، یعنی بر بعضی ها فضیلت ندارد. حالا یا اون بعض فضیلت دارد یا اینها ماسلانند، هیچ کدام بر دیگری فضیلتی ندارد. ولی از این آیه استفاده می شود که انسان بر همه فضیلت ندارد، بر بعضی فضیلت دارد. زمخشری در این حال که هم در این حال که ادیب است، ادب گفتار را هم رعایت می کند، یعنی حرف مخالف را که نقل می کند رد می کند، مؤدبانه رد می کند. همونطوری که ادبیات نحوی و صرفیش خوب است،
ادب محاوره و ادبیات رد و نقد و ایرادش هم خوب. حالا چطور شد که اینجا نسبت به اشاعره خیلی تندروی کرده؟ برخی از اشاعره گفتن به این که این کثیر به معنای جمیع است، برای اینکه ثابت کنن که انبیا بر ملائکه افضلن، گفتن و فضلناهم علی کثیر، یعنی علی جمیع من خلقنا، تا محذوری نداشته باشد. کثیر معنی جمیعه. ایشون میگد اولا کثیر معنی جمیع نیست. ثانیاً اگر شما کثیر را معنی جمیع گرفتید، اگر عبارت این بود علی کثیر فخلقنا ممکن بود، اما این من تبعیض رو شما شکار میکنید. علی کثیر ممن خلقنا اگر کثیر به معنی جمیع باشد، معناش این میشود که علی جمیع ممن خلقنا، و جمیع با ممن خلقنا هماهنگ نیست. این نقد ادبی است، لکن در این نقد تعبیرات خیلی تند و بدی دارد. میگد اینها گاهی با بعضی از ملائکه دشمنی دارند، میخوان بگن به این که حتما انسان بالاتر از ملائکه است و هیچ فرشته بالاتر از انسان نیست، همسان انسان نیست. من نمیدونم چرا این گروه اشاعره با ملائکه یا با بعضی از ملائکه عداوتی دارن. آیا در اثر این که ملائکه بعضی از غراب و آبادی های آبادشون را ویران کردن، حالا نام بدی را میبرد و همون مناسبت است که اینها با ملائکه بدن؟ خب این تعبیر، البته ملائکه فرمان الهی بعضی از شهرها را ویران کردن، اما این اون شهرهایی که ویران شدن اجداد همین ها بودن، اینا وابسته با اونها بودن، مثل شأن مفسر نیست. البته متأخرین هم کم نیامدن، اینا هم شروع به اهانت کردن، ولی این اصلا ادب گفتن و نوشتن نیست. نه جناب زمخشری اینجا راه صحیح رو طی کرده که این جور درباره اشاعره تندروی کرده، نه اونها هم، البته اونا خب بر اساس رد الحجر هیسوجا پاسخ دادن. بر تقدیر این کثیر به معنای خودش، ولی آیه معناش این است که حذرنا حقیقت انسان را بر کثیر، این حقیقت بر بسیاری از حقایق افضل است. اما تو این حقیقت بعضی افراد پیدا بشوند که بر همه افضل باشن که منافاتی ندارد، که این که نفع نمی کنه. این میگوید حقیقت انسان نسبت به حقایق سایر اشیا بهتر است، حقایق بسیار از اشیا بهتر است. این درست، یعنی این حقیقت نسبت به سایر حقایق افضلیت دارد، فضیلت دارد. اما تو حقیقت انسان افرادی پیدا نمی شوند که از همه افراد افضل باشند، اینی که نفی نمی کند که. پس اگر ادله دلالت کرد بر اینکه در بین انسان‌ها اوحدیشون مثل اهل بیت علیهم السلام از ملائکه افضلن، این آیه نفی نمی‌کند و اون روایت بیمارز می‌مونه. اگر دلیلی داشتیم که اینکه داریم، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر ما نبودیم، اهل بیت نبود، خدا آدم و سماوات را نمی‌آفرید، که مارز ندارد که. همون ما بودیم که به ملائکه تسبیح و تحلیل و تقدیس آموختیم، این که معارض ندارد که. اگر سجد الملائکه تو کلهم اجمعون است، برای مقام آدمیت است، نه برای شخص از آدم که قضیتون که واقعه باشد و گذشته باشد. الیوم هم فرشتگان در پیشگاه ولیت ارواح نافدا قاضی است. این مقام انسانیت، انسان کامل معصوم معلم ملائکه است. اون شخص حضرت آدم سلام الله علیه مصداق این حقیقت بود، الیوم مصداقش بود مبارک از تولیت است. این مقام انسانیت است که مسجود له ملائکه است. این شخصیت حقوقی انسان، یعنی انسانیت انسان است که مسجود له است، نه شخص حضرت آدم. خب اگر این است، روایات هم دلالت دارد، مخالف آیه نیست که.
آیه می فرماید این حقیقت از بسیار از حقایق بالاتر است، اما تو این حقیقت فردی پیدا نمی شود که از افراد حقایق دیگر بالاتر باشد، این که آیه نفی نمی کند. اگرم اثبات نکند نفی هم نمی کند، اون روایات میشه بیمارز. بنابراین کثیر معنای خودش داره. ما نمیخوام با این آیه ثابت کنیم که اهل بیت علیهم السلام از ملائکه بالاترن. اون آیات سجده این چنین است، آیات انبیهم و اسماهم این چنین است و ماننده. بنابراین این فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، این کثیر به معنای خودش است و ممن خلقنا هم با تبعیض سازگار است. کثرت هم گاهی کثرت نفسی است، گاهی کثرت نسبی. چیر و توفق در ماه کثیر و دماه کثیر و امثال زاده اونجا مرازه فرمودید. یه وقتی میگن خون قلیل خون کثیر، یه وقتی میگن نه این کثیر است، یعنی بالقیاس الی شیء آخر کثیر است. خب عمده چیزی که مربوط به جریان خلقت آدم سلام الله علیه انسان است، اختصاص به هست آدم سلام الله علیه ندارد، این است که دو روایت است در زمینه خلقت انسان که من هر دو روایت را مرحوم ابن وابه قمی رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید سرور نقل کردم که خلق الله آدم علی صورته، خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرده است. این یعنی چی خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرد؟ این دو روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. در یک روایت حضرت می فرماید به این که این درست است که خلق الله آدم را صورته، لکن این یه صدری دارد که اینا صدر روایت حذف کردن. کتاب شریف توحید مرحوم صدوق که طبع مکتبت و صدوق است، صفحه 152 و صفحه 153، زیل صفحه 152 شروع بشه تا صدر صفحه 153. روایت این است که علی ابن ابراهیم نهاشم ان ابیه ان علی ابن معبد ان الحسین ابن خالد قال قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا سلام الله علیه عرض کردم یا ابن رسول الله، یا ابن رسول الله، ان الناس يرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق آدم على صورته. به امام هشتم سلام الله علیه عرض کردم این همچه روایتی است، این یعنی چی؟ درست است؟ درست نیست؟ معناش چیه؟ که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خداوند آدم را بر صورت خودش خلق کرد. خدا که منزه از صورت است، آدم را بر صورت خود خلق کرد یعنی چی؟ فقال علیه السلام وجود این بارک امام رضا فرمود قاتلهم الله، مرگ بر اینها، لقد حذفوا اول الحدیث. این حدیث یه صدری دارد، اینا صدر حدیث را حذف کردن، زیل حدیث نقل کردن. لقد حذفوا اول الحدیث، جریانش این است که این روایتی که از پیامبر نقل شد قصهش این است، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر به رجلین یتصابان، مرور کرد دید دو نفر دعوا دارن به یکدیگر سب میکنن فوش میدن. فسمع احدهما یقول لصاحبه ربح الله وجهک و وجه من یشبهک، خدا حضرت شنید که یکی به دیگری میگه خدا صورتت را زشت کند یا قبه زشت کرده است و کسی که صورت او شبیه صورت تو است او را هم زشت کرده است. یا نفرین است که فعل ماضی معنی مضارع باشه، در آینده خدا صورت تو را زشت بکند و صورت کسی که شبیه توست هم زشت بکند. قبه الله وجهک و وجه من یشبهو که شبیه توست. در یه همچه صحنه ای که یک دیگر رو سب می کردن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا عبدالله لا تقل هازا، این جور فحش نده، صورت او را و صورت شبیه او را فحش نده.
لا تقل هذا لأخی که فإن الله عز و جل خلق آدم على صورته، خداوند آدم را بر صورت او خلق کرد. این ضمیر صورتی به خود آدم برمیگرده، یعنی هر کسی را به صورت مناسب خود برمیگرده، یا نه ضمیر صورتی به الله برمیگرده. خداوند هر کسی را به صورت خود، انسان را به صورت خودش خلق کرده است. بنابراین صورت الرحمن دارد، به صورت رحمان زشت نیست. خب این یه حدیث که خیلی شفاف و گویا نیست که ضمیر علا صورتهی به خود اون شخص آدم برمیگرده یا به الله برمیگرده و ماننده. لکن در صفحه 103 باب روایت 18 از باب 6، باب 6 از ابواب توحید صدوق، عنوان باب این است که باب و انه عز و جل لیس به جسم ولا صورته. روایت 18 این باب صفحه 103 کتاب صدوق این است که محمد ابن مسلم میگوید سألت و ابا جعفر علیه السلام، از وجود بارک امام باقر، سوال کردم اما یرون ان الله عز و جل خلق آدم على صورته. من به حضرت عرض کردم این روایتی که نقل میکنن خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرد یعنی چی؟ فرمود هیه صورتون محدثتون مخلوقتون. صورت آدم قدیم و ازلی اینها نیست، حادث است یک، خالق دارد دو، استفاه الله وقتارها على سائر صور المختلفه. ذات اقدس اله صورت انسان را نسبت به سائر صور برگزید، اختیار کرد، انتخاب کرد. فاضافها الى نفسه، این صورت را به خودش اضافه کرد. کما اضاف الکعبه الى نفسه و روح الى نفسه، با اینکه او منزه از خانه و مسکن است، به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود ان تهرا بیتی به طائفین و العاکفین و مانندان. با اینکه او منزه از جزء و امثال ذالک است، روح را به خودش اسناد داد، فرمود و نفخت فیه من روحی، نه اینکه از روح خودم جزء روح خودم معاذ الله به او دادم. روح انسان مخلوق خداست، کعبه مخلوق خداست. روح شرافتی که برای کعبه است اون را به خود اضافه کرد، اضافه اسناد داد، فرمود بیتی. روح شرافتی که برای روح آدمی است اون را به خودش اضافه کرد، اسناد داد، فرمود و نفخت فیه من روحی. صورت انسانم به شرح زن روح شرافتی که دارد به خودش اسناد داد و لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم على صورته. همونطوری که آیات یفسر و بعضها بعضا، احادیث هم همینطور است که یفسر و بعضها بعضا. به کمک روایت 18 باب 6 که در صفحه 103 هست روشن می شود که اون روایتی که قبلا خونده شد ضمیر على صورته به الله برمیگرده نه به آدم. ان الله خلق آدم را على صورت خودش، و این با اینکه خدا منزه از صورت است، همون طوری که منزه از خانه است ولی کعبه را بیت الله میگیم، منزه از روح جزئی است در حالی که روح را به خودش اسناد داد، فرمود به نفخت فیه من روحی، مبرای از صورت است ولی این صورت را با اضافه تشریفی به خدای سبحان اسناد داده می شود. فرمود استفاه الله و اختارها على سائر صور المختلفه فاضافها الى نفسه کما اضاف الکعبه الى نفسه یک نمونه و روح الى نفسه دو نمونه. این دو نمونه را در این دعای ذکر کرد فقال بیتی که شاهد نمونه اول است، وقال و نفخت فیه من روحی که شاهد نمونه دوم است. پس بنابراین انسان یه حقیقتی گرانمایه دارد.
این حقیقت گرانمایه را اگر هدر داد خودش مسئول است. این حقیقت بی سرمایه نیست. ذات اقدس اله با سرمایه را خلق کرد، بسیاری از علوم را به او داد و او را در مشهد الست و ربکم قالوا بلا، اون در اون مشهد ای رو حاضر کرده، در اون صحنه پیمان گرفته، از او خودش به او نشون داده، او نظیر این آینه. اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد، چون میدونید تو آینه چیزی نیست، فقط صورت را، صورتی که انسان میبیند در حقیقت مال خود شخص است. یعنی اگر درختی در برابر آینه باشد، ما هم اونجا قرار بگیریم، نور چشم ما میخوره به سطح آینه که جرم شفاف است، یک. این نور بر میگرده به درخت، دو. ما درخت را در زاویه اصل میبینیم، سه. خیال میکنیم تو آینه دیدیم، چهار. بگن تو آینه چیزی نیست. مرآتی را که عرف میگه همین شیشه و جیوه و قابه. آینه ای که تو بازار سخن از آینه فروشی است همینه. ولی وقتی در کتاب معرفت میگن مرآت، به این شیشه و جیوه و قاب نمیگن، به اون صورت میگن مرآت. این شیشه مرآت است، یعنی وسیله است که به سبب او ما اون صورت رو میبینیم، ولی اون صورت وسیله است که ما به سبب او صاحب صورت را میبینیم. کل جهان طبق اون روایت نورانی که از همین توحید مفهوم صدوق قبلا خوندیم، کل جهان مثل صور مرئیان. تو یکی از خطبه های نورانی اسلامی هست که جهان مرائی خداست. حالا مرائی رو اختلاف کردن که جمع مرئی است یا جمع مرآت است. کل عالم صورت مرآتیه است، منتها صورت مرآتیه که ما عادت کردیم این باز شیشه و جیوه و جلب سلس املس و شفاف باشه، حالا یا آینه است یا سنگ است یا آب است، یه جرم شفاف یاد باشه. آیا یه همچه صورتی بدون جرم شفاف محال است یا نه، که ما دلیل به استعارش پیدا نکردیم. کل این عالم صور مرآتیه، حتی حالا همه دارن او رو نشون میدن. اگر همه دارن او رو نشون میدن، انسان در یه همچه صحنه‌ای اگر کسی در برابر آینه قرار بگیره، هیچ که هم نباشه، فقط خود این شخص است و آینه، سر آینه رو خم بکنه که آینه خودش رو ببینه. اگر سر آینه رو خم کرد که آینه خودش رو دید، این صاحب صورت با آینه میگوید کیست؟ میگه تو. یه چیز حرفی برای گفتن ندارد که، آینه که خودش تو آینه نمیبینه که. ما یه همچه حالتی رو گذروندیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم. سر ما رو خم کرد، گفت چه رو میبینی؟ ما گفتیم تو را. الست و ربکم قالوا بلا. ما یه همچه حقیقتی رو دار همراه داریم. اگر این رو گم نکنیم، البته تو همون روایت چهار صفحه روایاتی که هست، این از که فرمودن فرشته ها خادمان مؤمنان هم. در همون مرحوم کلی نقل کرده، دیگران را کردن، تو همین چهار صفحه بحث روایی هست که مؤمن اعز از کعبه هست، مؤمن بالاتر از کعبه است. این گوهرها رو ما داریم. حالا خود اهل بیت علیهم السلام که از حمله عرش بالاترن، اونها روایت فراوان است که بحث خاص خودش دارد، ولی انسان این حقیقت گرامی را دارد. ما در یک مشهدی، در یک محضری حضور پیدا کردیم، ما را آوردن تا خدا خودش را به ما نشون بدهد، ما هم دیدیم و گفتیم تو ربی و ما عبدی. و این صحنه هم اکنون با ما هست که خدا دارد احتجاج میکند، میفرماید و از، یعنی اذکر اون صحنه را، که اگر الان هم غفلت نکنیم، غفلت جدایی کنیم، یادمون میآید. الحمدلله رب العالمین.